Bismillahirrahmanirrahim. Tafsiri Ayetel Kürsi. Allah Teala me farmayad. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله هیچ معبودی به حق جز او نیست، زنده و جهان هستی را نگهدار و متدبر است. نه غنب او را فرا میگیرد و نه خواب. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست. کیست که در نزد او جز به فرمان او شفاعت کند؟ آنچه در پیش روی آنان و آنچه در پشت سرشان است میداند و به چیزی از علم او جز به آنچه بخواهد احاطه نمییابند. کرسی او تعالی آسمان ها و زمین را در بر گرفته و نگهدار آن دو یعنی زمین و آسمان و بر او گران و دشوار نآید و او بلند مرتبه و بزرگ است. پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر دادند که این آیت بزرگترین آیات های قرآن می باشد، زیرا آن معناهای توحید، عظمت و وسیعی صفات های بار تعالی را در بر گیرد. پس خبر داد که او تعالی ذات است که همه معناهای الوهیت از آن اوست و اینکه مستحق الوهیت و بندگی به جز او کسی نیست. پس الوهیت غیر او و عبادت غیر او باطل است و اینکه او زنده است که همه معناهای حیات کامل از شنوایی، بینایی، قدرت، اراده و غیر آن از صفاتهای ذاتی از آن اوست. همان گونه که در ضمن قیوم همه صفاتهای فعلها داخل می شوند، زیرا او قیوم است که به ذات خود قائم است و از همه مخلوقاتش بنیاز است و همه آفریده ها را به وجود آورده است. پس ده و همه را زنده باقی گذاریده و همه آنچه را که موجودات برای وجود بقای خود به آن نیاز دارند به آنها ارزانی داشته است و از کمال حیات و پا به درجای او این است که و از کمال حیات لا تأخذه سنتون ولا نوم او را غنب فرا نمیگیرد و نه خواب، زیرا غنب و خواب برای مخلوق پیش می آید که دوچار ضعف و ناتوانی و فروپاشی می شود و غنب و خواب برای الله با عظمت و با شکوه است و الله خبر داد که پادشاه و فرمان روای آسمان ها و زمین است. از همه مخلوقات بندگان و مملوک او هستند و هیچ یک از آنها از این محور بیرون نمی روند. همه آنچه در آسمان ها و زمین هستند بندوار پیش الله رحمان می آیند. پس او صاحب همه ممالک است و او الله است که دارای صفتهای فرمان روایی و تصرف و پادشاهی و بزرگی است و از کمال ملکش این است که کسی در نزد او شفاعت نمی کند مگر به فرمان او. پس همه با شرفان و شفاعت کنندگان بنده و مملوک های او هستند، بر شفاعت اقدام نمی آورند تا برای آنها اجازت دهد. بگو شفاعت همه از آن الله است، برای اوست پادشاهی آسمان ها و زمین و الله تعالی به هیچ کس اجازت نمی دهد که شفاعت کند مگر برای کسی که از او راضی باشد و جز توحید و یگانگی خیش و پیروی از پیامبرش را راضی نمی شود. پس هر کس این گونه نباشد برای او نصیب از شفاعت نخواهد بود. پس الله تعالی از علم فراگیر خیش خبر داد و فرمود که آنچه را در پیش خلق ها است از امرهای آینده که آخر ندارد می داند و آنچه از امرهای گذشته که حد ندارد آگاه است و هیچ چیزی پنهان بر او پنهان نمی ماند.
میداند. او خیانت چشمه ها و آنچه را سینه ها پنهان میکنند میداند و هیچ یک از فریده های الله به چیز از علم و مخلوقات الهی احاطه نمییابد، مگر آنچه را که خودش بخواهد، که از آن جمله امور شرعی و قدری است که الله تعالی آنها را به آن آگاه ساخته است و آن قطره بسیار اندکی است که در علم ها و معلومات الله ناپدید شده است. همین طور که داناترین مخلوقات الله که پیامبران و فرشتگان هستند گفتند تو پاک و منزهی، دانشی نداریم جز آنچی به ما آمخته‌ای. سپس الله از بزرگی و شکوه خیش خبر داد که کرسی او آسمان ها و زمین را فرا گرفته است و آسمان ها و زمین و آن چیزی در میان آن دو است به وسیله اسباب و نظامی که الله تعالی در جهان هستی به ودیعت نهاده است حفظ میکند. به وجود این حفاظت آسمان ها و زمین برای او وزنین و دشوار نیست، چرا که او از کمال عظمت و اقتدار و حکمت گسترده برخوردار است و ذات الله بر تمام مخلوقات والایی دارد، همان چنانی که صفتهایش نیز بر صفتهای سایر مخلوقات والا است. او والا است و بر همه مخلوقات غالب است و موجودات در برابر او ذلیل و تسلیم هستند و مشکلات و سختی ها در برابر او فروتنند و گردن ها در برابر او خار و ذلیل. العظیم سراسر عظمت و بزرگی و مجد و افتخار است. دلها شیفته او هستند و روحها او را تعظیم می نمایند و عارفان می دانند که هر موجودی با عظمت و بزرگی در مقابل عظمت الله تعالی بزرگ ناچیز است و بزرگی که هر موجودی با عظمت و بزرگی در مقابل عظمت الله بزرگ ناچیز است. پس چون این آیت مفهوم های بسیار والایی را در بر دارد، شایسته است که بزرگترین آیت قرآن باشد و هر کس که آن را میخواند باید در آن اندیشه کند تا قلبش از یقین، عرفان و ایمان سرشار گردد و از بدیهای شیطان محفوظ بماند.